دیدار پاپ فرانسیس و آیت ازما سیستانی مدزلو یک واقعی تاریخی بود که هواشی بسیاری را نیز در پی داشت یک مقام دینی در شهر مقدس نجف در گفتگو با اسوسییتد پرس جزئیاتی جدید از دیدار رهبر کاتولیک های جهان با این مرجع تقلید شیعه را عنوان کرد وی در این باره گفت دیدار پاپ و آیت الله سیستانی چهل دقیقه طول کشید و فضای بسیار مثبتی داشت علی اکبری گزارش می‌دهد روز گذشته پاپ فرانسیس با سفر به شهر مقدس نجف به دیدار آیت الله العظما سیستانی رفت و دیدار تاریخی را رقم زد یک مقام آگاه عراقی جزئیاتی از این دیدار را اعلام کرده و گفت آیت الله سیستانی مانند دیگر دیدارهای خود مهمان را خوشامدگویی و احوالپرسی نمود و مورد استقبال قرار داد وی اضافه کرد در طول این ملاقات پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی از ماسک استفاده نکردند این مقام دینی عراقی تأکید کرد در بیشتر زمان این ملاقات چهل تا چهل و پنج دقیقه ای آیت الله العظمى سیستانی در حال سخن گفتن بودند در پایان این دیدار پاپ فرانسیس کنار درب خروج برگشت و نگاهی دوباره به معظم الله نمود و در این زمان ایشان دست در دست پاپ فرانسیس قرار داده و با وی خداحافظی نمودند هرچند به دلیل اهمیت تاریخی این دیدار مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود نوشت که روز شش مارس در تقویم عراق روز ملی تسامح و همزیستی نامگذاری می شود اما در همین حال بسیاری از شیعیان می پرسن که علت نرفتن پاپ فرانسیس به زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیست؟ زیرا نه تنها هیئت‌های مختلف خارجی بلکه نماینده ویژه خود پاپ نیز پیش از سفر وی از حرم متحر بازدید نمودند به هر حال پاپ در ادامه سفر خود به اربیل رفت و احتمالا فردا خاک عراق را ترک خواهد کرد به گفته برخی ناظران عراق آنطور که باید و شاید نتوانست از این رویداد تاریخی بهره برداری کند ولی سفر پاپ میتواند پای توریست های خارجی را به عراق باز نموده و فرصت های شغلی فراوانی برای مردم این کشور ایجاد نماید.